خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به حضور زنان در استادیوم آزادی خواهیم گفت. و همینطور درگیری ارتش ترکیه با کردها. سلام آقای بهنود، این آخر هفته حمله ترکیه به شمال سوریه و پایگاه‌های کردها داستانی شد. بله، از دو روز قبلش پیش بینی می‌شد، یعنی بعد از توییت آقای ترامپ و اعلام اینکه ارتش آمریکا میره، خب این قابل تصور بود. اما اگه بیایم تو روزنامه‌های تهران بخوایم این نگاه کلی بکنیم، در حقیقت اینطوری بود که هفته گذشته در تمام هفته تیترا ماجرای ایران آمریکا بود، اینکه آقای ترامپ اینو گفته، پومپئو اینو گفته، آقای ظریف اینو گفته، فلان اینا، و روزنامه‌های دنیا هم همینطور بودن. یهو از اول هفته یک مرتبه مسئله ایران آمریکا از توی صحنه ناگهانی رفت بیرون و نه در روزنامه ایران و نه در روزنامه جهان موضوعش منتفی شد و به جاش چند تا اومد که آخرینش هم همین بود که می‌فرمایید. آخرین هم که دیگه اصلا رفت رو داستان ترکیه و کردها. می‌خوام شروع کنیم با روزنامه همشهری در اول هفته که کلی داستان ها رو دیده دیگه، از ارتقای ظرفیت های فرهنگی به جای شهر فروشی. یه چیزی هم شما اشاره کردین، روز تهران. بله، روز تهران بود. روز تهران یکی از روزهای تقویمیه که البته این وسط یکی از حضرات یه توضیح خوبی داد، چون شاید این تصور پیش اومده بود برای شهردار و مسئولین شهرداری که روز تهران یه فرصتی است که کارهایی که کردن، پیشرفتایی که کردن اینا نشون بدن یا دربارشون نوشته بشه یا تبلیغ بشه. بعد ولی یادآوری شد که این روز تهرانه ها، یعنی قرار است که راجع به تهران حرف زد، نه در مورد شهرداری یا مثلا فلان بزنه. و به حال این نگاه واقعا اینطوری هستش که در سالهای اخیر، حالا زمان دقیقش من نمیدونم، این توجهی که تهرانی ها پیدا کردن به اون چی که دارن دست میدن در مقابل برجایی که به دست میارن، این توجه خیلی مبارکی است. یعنی هیچ وقت همچین نگاهی وجود نداشت. سالها بود این نگاه گم شده بود. من یادم میادش که مثلا فرض کنید در زمان پادشاهی هم یک مرتبه یکی از ثروتمندترین آدمهای ایران کارخونه دار بزرگی بود، دستگیر شد به دستور پادشاه. بعد معلوم شد که موقعی که او با هلیکوپتر میامده برای افتتاح بیمارستان ژاندارمری، از بالا دیده که دارن یه باقی رو، باغ بزرگی رو در شمال تهران درختاشو میبرن. بعد معلوم شده که به خاطر اینکه این تطبیق پیدا کنه با قانون بله، و عصبانی شده بود. این نوع کارهای اتفاق میافتاد. یا تازگی سندی در دست اومده که معلوم شده موقعی که ناصرالدین شاه قرارداد میبسته با بلژیکیه برای اینکه ماشین دودی رو که اولین به اصطلاح ارتباط ریلی ایران بود برقرار بشه، توش تنها شرطی که برای طرف گذاشته این که درختار نبره. بله. ولی این کاملا از بین رفته بود سالهای بعد. این اواخر دوباره توجه غریبی داره توسط مردم. البته مقصودم این نیست که حالا آپارتمان سازا مسئولان کاری ندارن، مردم بیشتر چیزن. یه مصاحبه خوبی هم کرده با خانم سلحشوری در مورد همین حضور زنان و کارهایی که ایشون کردن در مجلس، تیترش از صدای مردم هستم. خانم سلحشوری نکته جالبی رو اشاره میکنن، میگه که جواب من به مخالفان ورود زنان به استادیوم که میگن که اولویت زنها این نیست، اینه که این یه حقه، بحث اولویت نیست، این یه حقه که باید خیلی وقت پیش به زنها داده میشد. حالا توی روزنامه های بعد هم مفصل پرداخته شده به این داستان. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم با عکس خیلی قشنگی که یه خانومیه در مجلس و یک پارلمان و 17 زن. ببینید، در حالی که این عکس رو واقعا باید به تبریک گفت به آقای میرفتاح سردبیر اعتماد برای انتخاب این عکس، اون هم در یه همچین روزهایی، خیلی انتخاب خوبیه برای سفر و برای هفته‌ای که به اصطلاح موضوع غالبش همین موضوع خانم‌ها و ورزشگاه بود. هفته قبلا خب تابعیت مادرانه بود، تابعیتی که بالاخره دادن به مادرها. این رو بذارید داخل پرانتز بگم که یکی دو نفر از خانم‌های مجلس که نماینده تهران و اینا هستند، یک واکنشی نسبت به نزدیک شدن انتخابات از خودشون نشون دادن که واقعا باید بقیه یاد بگیرن. یعنی یه نوع با قضیه روبرو شدن که آقا من مثل بقیه اصلاح طلبا که تعدادشون هم کم نیست
که مثلا روزنامه هم دارن، مجله هم دارن و اینا، نزدیک انتخابات که میشه شروع میکنن باج دادن به شورای نگهبان، چون نگرانیشون اینه که اون سمت حفظ شه. در حالی که خانوما به نظر من مهمترین کاری که دارن میکنن اینه که دارن این موضوع رو بی ارتباط میکنن، یعنی انگار دارن میگن خب انتخاب نشیم مگه چی میشه. یه مطلب خوبی هم خانم طیبه سیاوشی نوشته بود، از همین دوره‌ای که خانم‌ها در مجلس چه کارهایی کردن و چه به قول معروف لوایحی رو تونستن، حالا با چه سختی‌های، از جمله همین تابعیت مادرانه، از جمله بحث ورود زنان به استادیوم، و نکته‌ای که میگه که شاید خیلی روزنامه‌ها یا مطبوعات، رسانه‌ها توجه نکردن، بحث زنان سرپرست خانوار هست که برای اینها بیمه تهیه بشه، به خصوص کسایی که بالای 3 فرزند دارن. خصوصا مقاله مفصلیه که توضیح میده که زنان، اینکه برای اولین بار 17 تا زن نماینده مجلس هستن که خوب قبلا سابقه نداشته، هیچ وقت 17 تا سابقه نداشته، ولی به هر حال 17 تایی هستن که همه هم خوب طبیعتا هم فکر نیستن، یه بخش عمده‌شون مال جناح اصولگرا هستن که با این تغییرات موافق نیستن، ولی با وجود این خانم ها تونستند در طول این سال، همین گزارش که فرمودید نشون میده که تونستن یه کارایی رو به هر حال انجام بدن. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم که خب کاملا یه ور دیگه قصه رو دیده. مطالبات واقعی زنان رو در هیاهوی استادیوم پنهان نکنید. واقعا دو تا من اولین بار میبینم که مطالبات زنان برای روزنامه کیهان خیلی مسئله شده. روزنامه‌ای است که حق دارید شما بهش توجه بدید. یکی دیگه هم اینه که شما اگر قرار بشه که این گزارش اینطوری تهیه شده که خبرنگارای کیهان رفتن تو خیابون از خانم‌ها و آقایون پرسیدن که از خانم‌ها اکثرن، آره بیشتر است، بعد شاید یک دو آقا هم بودن زار، پرسیدن که اولویت شما چیه، طبیعتاً اونا هم گفتن آقا گرونی، آقا بدبختی، بیکاری، فلان. بعد این رو آوردن سرهم کردن و میگن که یه گزارش میدانی ما تهیه کردیم که نشون میده که مردم اولویتشون زنها در ورزشگاه نیست. خب همین حرفی که خانم سلشوری از این حقه، بحث اولویت نیست. حالا علاوه بر این که حقه، شما میتونید این تناسب رو، یعنی این تناسبی که عرض کردم، و این تناسب رو تو هر کاری دیگه ای هم میتونید قرار بدید. یعنی میتونید از مردم روز قبل از مثلا فرض کنید اربعین یا عاشورا بپرسید که اولویتتون چیه، اونا هم کماکان بگن گرونی و چه و چه و اینا، بعد کسی بیاد بگه که اینا اون اولویت رو مقدم دارن بر موضوع مذهبیشون. نه نمیشه، این اولویت این درست در نمیاد. غیر از اینکه یک افتخار دیگه هم کیهان کرده است به اینکه یک دانشمند اقتصادی که ما اصلا اسمش نشنیده بودیم، از اقتصاد پرسیدیم، از جفری ساکس، گفتن که نه خیلی آدم برجسته نیست. به هر حال این رو دعوت کردن برای کنفرانس بین المللی در تهران، روزنامه تونسته که این ماجرا رو علم کرده و حالا با افتخار نوشته که دولت هم پس گرفت دعوت خودش رو از اون دانشمند. یک کنفرانس علمی بوده، یعنی از این پس شما باید هر دانشمندی که میاد قبلا، استدلال کیهان اینه که این آقای ساکس رفیق با جورج سورس، جورج سورس، و بعدش هم از حامیان تحریم ایران و براندازی و ایناست. واقعا من فکر میکنم اولین بار اسمش رو در روزنامه کیهان دیدم این آقا رو، حالا حداقل ما نمیشناسیم. میخواین بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم؟ بله، سازندگی خب رسید به نزدیکای آخر هفته، خیلی زود واکنش نشون داد. وقتی که خبر این در موقع که سازندگی در میاد، فقط این خبر وجود داشت که از فردا ارتش امریکا میره. اصلا نوشته امریکا رفت و از سوریه. این خیلی واکنش های زیادی داشت و خب توییت های آقای ترامپ هم یه ذره توییت های عجیب غریبی بود، از جمله این که مثلا اینجا چیزی که نوشته، پیام توییتری ترامپ به سران ترکیه: اگر ترکیه دست به اقدامی بزند که با هوش سرشارم منطبق نباشد و محدودیت ها را رعایت نکند، اقتصاد این کشور را نابود خواهم کرد، کاری که پیش از این هم انجام دادم. منتقدان آقای ترامپ میگن که در واقع با چراغ سبز دولت آمریکا اردوغان حمله کرده به سوریه و مواضع کردها. درسته یه بحث پیچیده یه، آقای پومپو هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت نه ما چراغ سبز نشون ندادیم، ولی هر زمانی که فکر کنیم سربازان آمریکایی در خطر هستن اقدام میکنیم. و حالا در هر حال باز دوباره یه جنگ دیگه، مسئله نیست، مسئله کردهاست که
دوباره شهر نسبتاً آبادی رو که ساخته بودن تازه که بعد از همین جنگ و اینا و مردم غیر نظامی عادی رفتن زیر بمباران و جنگ و در فضای جنگی قرار گرفتن. این مهمترین بخش فاجعه است. های اردوغان دلیلش اینه که میخواد یک منطقه امنی درست کنه که پناهجوهایی که رفتن ترکیه رو احتمالاً برگردونه. خلاصه داستانیه دیگه. بریم روزنامه آخر هفته همدلی رو ببینیم که باز همدلی هم مثل اعتماد با یه عکسی خودش رو همدل کرده است با این حادثه حضور خانم‌ها در ورزشگاه و بنابراین آخرین روز هفته با همین عکسی که می‌بینید و با اون مصرعی از شعر معروف نادر ابراهیمی که اگر یادتون باشه آقای محمد نوری خوندش اینو و این رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم با استفاده از همون داره توجه میده به اینکه بله خانم‌ها بالاخره مبارزه کردن و عشق کشتن و زندان رفتن و اینا تا بالاخره تونستم اینجا بشن. من برای یه چیزهای خیلی عادی و نرمال که در هر جای دنیا ممکن خیلی عادی باشه حداقل در مورد زنان خیلی باید هزینه پرداخت بشه. مقاله آقای هرسنی رو هم دیدی؟ مقاله ایشون رو هم دیدیم که درباره همین موضوعی است که با هم صحبت می‌کردیم، یعنی اینکه اومدن ترکیه در خاک سوریه این چه اتفاقی در منطقه خواهد گذاشت و چه ضرر زیانی داره. میگه که مقامات آنکارا برای ایجاد منطقه امن همونی که گفتیم میگه این کارا آغاز کردن که در واقع بدون پیامد و هزینه و تبعات نخواهد بود دیگه. حالا ما امیدواریم که حداقل تبعاتش خیلی کم باشه. آقای بهنود، برگزیده‌ها ایران ورزشی رو آوردین. ادامه بحثی که کردیم این هنرنمایی دیگه هم این که دارید میبینید البته عکس نیستش، به طرحی است که شهاب جعفر میشد کشیده، طرح خیلی خوبم هست و میبینید که در جلوی تصویر مربی بلژیکی تیم رو میبینید، بازیکنای تیم ملی سران اصلی یعنی خط حمله تیم ملی رو به اضافه های پیراوند البته بله. و پشتش چهره های نامدار فوتبال ایران و از علی دایی و بقیه که همه چهرهای آشنایی هستن، حجازی، علی پروین، اینا در اون وسط دیده میشن، باقری بله. اینها و بعد هم در عقب و اینها همه رو موقع که با هم جمع میشه اون وقت ترکیب کامل تیم ملی ایران میبینه. اینکه تیم ملی تمام ایران بالام زده حضور زنان در استادیوم. خب آقای بهنود، بریم سراغ برگزیده بعدی. گزارشی هست از گزارش میدانی از یک مجله نشریه‌ای که در ارومیه در میاد. آفتاب ارومیه به صورت روزنامه است ولی در حقیقت مجله است که هفتگی منتشر میشه. ببینید اول رو جلد رو ببینید، رو جلد همین نشریه‌ای که شما میخواین این رو بخونین از توش آفتاب ارومیه میبینید که فاتحه سیب اسمشه. یه گزارشی است راجع به اینکه چطوری بحرانی پیش اومده و سیب میبینید که این سیبا رو باغدار اومده نمیتونه تو بازار بفروشتش، بنابراین ریخته کنار خیابون که مردم بیان جمع کنن ببرن. و در نتیجه معنیش این است که باغداری در ارومیه داره از بین میره یا یه فاجعه رسیده باید بهش رسیدگی کرد. اما اون گزارش که شما میگه بخش دیگه ایست از همین جزام خشک زخمای تر. گزارش میدانی جالبی هست، رفته بررسی کرده منطقه‌ای رو که چندین زن و مرد جزامی از سالهای قبل اونجا هستن و دارن زندگی میکنن. بچه های اینها اینطوری بوده که به خاطر حالا اون انگهایی که می زدن اون دوره، اینا وقتی که بچه دار می شدن مثلا بچه رو می بردن سر راه می زاشتن. یک پسری رو پیدا می کنه که توی بازار ارومیه مشغول کاره و این پسر فکر می کنم الان اگه اشتباه نکنم نزدیک مثلا 30 سالشه و در سن 19 سالگی وقتی که پدرش در حال فوت بوده میفهمه که در واقع پدر و مادر اصلیش، پدر و مادری که از دست داده نیستن، پدر و مادری هستن که سالهای سال قبل این بچه رو رها کردن و گذاشتن. بله، و جزامی هستن. بارها میره به اون منطقه که ببینه که واقعا میتونه ردی از اونا پیدا کنه که خب متاسفانه پیدا نمیکنه. گزارش در مورد این مردمه که حالا با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن و مسائل خودشون رو دارن دیگه. یادتون باشه که 50 سال پیش، 50 و چند سال پیش وقتی خانه سیاحت رو فروغ میساخت اصلا مشکل همینجا بود، از اینجا شروع شد. به همین دلیل هم فروغ یکی از اون بچه ها رو با خودش اوورد و با خودش
بزرگ کرد و بعد از مرگش هم تو خانواده فرخزاد موندش. چرا؟ به خاطر اینکه نگران این بودن بچه های اینا سالمند و یا باید اونجا تو اون محیط جزامی بمونن که چجوری باید زندگی بکنن، یا اگر قرار برن زندگی کی باید هدایتشون بکنه. هنوز به نظر میرسه از این گزارش اینطوری میفهمم که هنوز هست. خوشبختانه تنها نکته مثبتش اونجاست که میگه این آخرین نسله. آقای بهنود، بریم سراغ مجله ها. پیام ابراهیم اولین مجله هست. پیام ابراهیم جامعه زنان انقلاب اسلامی مجله است که جانشین یادتونه که پیام هاجر شده، متعلق به خانم اعظم طالقانی، و خب طبیعتاً بنا به طبع مدیرش که یه مرتبه هم مجله تعطیل کرده دوباره برقرار شده، طبیعتاً گرایشش به سمت جناح ملی مذهبی است دیگه. اینا تفاوتشون این گروه از زنان این هست که در حالی که مذهبی هستن مثل خانم طالقانی، در این حال با جنبش زنان هم صدا هستن. این به نظر من اینطوری میرسه که در 40 سال گذشته اتفاق مهمی که افتاده اینه که این نزدیکی بیشتر شده. یعنی الان دیگه به نظر میرسه که وقتی که مثلا مقاله خانم آذر منصوری رو چاپ میکنن که داریم میبینیم درباره نقش تعیین کننده مشارکت مردم در انتخابات با توجه اصلی به مسئله خانم ها، یا بقیه که راجع به دموکراسی حرف میزنن، اصلا اصولا این که حرف زدن راجع به فمینیسم دیگه برای اونها مسئله خیلی تابوی عجیب غریبی نیست، مثل اول انقلاب که هم ازش فرار میکردن، فکر میکردن اونم مثلا وقتی به خانم میگفتن فمینیست هستی انگار مجاهد بود، مثلا بهش میگفتن منافق هستی. الان به پرونده طلاق ها رو بررسی کرده و اصولا چند تا مطلب، یه گفتگوی با خانم فاطمه هاشمی که وکیل هستن درباره درک درست از ماهیت ازدواج، میگه راهکار کاهش طلاق این است که از ازدواج درک درستی پیدا کنیم. اینکه فکر کنیم ازدواج معنی این است که یک کسی رو میدیم دست یه آقایی یا یه فردی که اون بره بالا سرش وایسه و مقدرات او در دستش باشه، این به معنی این استش که راهکاری هم برای طلاق وجود نداره. در حالی که اگه بخوایم بریم باید مسئله رو از اونجا شروع کنیم. بریم بعدی، اندیشه پویا. واقعا من موندم اینو چطوری هر ماه یه انقدر یه نشری، البته دو ماه یه بار فکر کنم، نه دو ماه هست، نه 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 هنوز همتشون تموم نشده. عجیبه، چون واقعا چندین و چند پرونده رو نگاه کرده، هم یه مصاحبه خیلی مفصل با آقای نصیریان داشت، یک پرونده برای رضا سید حسینی که آقای سید حسینی رو من همیشه ارادت خاصی بهشون داشتم. بله. اولین باری که من رفتم مصاحبه کنم با ایشون بود و کلی هم فکر میکردم که خب ایشون همه همکارای من تو تحریریه میگفتن رفتی خیلی باید مؤدب باشی، خیلی چی، بعدم انقدر مرد نازنین. بله خب واقعا خاطر چند تا موضوع دیگه ای که موضوع اصلی این شماره هست، یکی یه گزارش ویژه هستش که درباره 97 سالگی آقای گلستان هست. خب علی بزرگیان تهیه کرده و سعی کرده است که، حالا ممکنه که شما بگید که دیگه چیزی باقی نمونده از اسناد و مدارک که دور بر آقای گلستان که در مناسبات‌های مختلف این رو فاش نکرده باشن مجلات و روزنامه‌ها، نه، بزرگیان نشون داده هنوز هست. از زاویه زندگی سیاسی فرهنگی آقای گلستان بررسی کرده، هم به خودش از قول خودش می‌نویسه، از اول زندگی همینطور میاد، بعد رفتنش تو حزب توده، روزنامه‌نگاری در آبادان، داستان نویسی، استودیو گلستان، کارگردانی تئاتر، مترجمی، و همینطور جدال همیشگی با روشنفکران زمان خودش. با یک کسایی هم در این باره صحبت میکنه و بعد میره حالا دیگه دنبال سند میگرده، اسنادی هم گیر میاره. این از جمله مثلا فرض کنید که این شناسنامه یه روزنامه رهبر روزنامه حزب توده که نشون میده که سردبیرش احسان طبری بوده، صاحب امتیاز شاعر از اسکندریه نبیل کل حزب، و شعبه خارجیش آقای گلستان بوده است. و بعد نامه مردم که همینطوره، پس بنابراین داره اشاره میکنه و گیر آورده مقالاتی که خود آقای گلستان در کرده. این مقاله اتفاقا خوندم، این مقاله است درباره اتم و سهم اتم در سیاست، مهمه، در اون زمان انقدر اطلاع نداشت. پیداست که نویسنده آقای گلستان برای اینکه این مقاله سیاسی رو بنویسه رفته یه ذره فیزیک هم خونده، یعنی پیداست که اون وسطا یه کاری میکنه. بعد نقل قول هایی که آدم های مختلف کردن، از جمله اینجا نشون داده میشه که
وقتی که قصه های گلستان در اومد و همینطور فیلماش در اومد، چهرهای بزرگی مثل بهازین و دیگران اینها همه مخالفت کردن. شمیم بهار، اسماعیل نوریالا، همه نقد داشتن و نقدای خیلی جدی و محکمی داشتن. یه چیزی هم دلم سوخت اینو نگفته نگذارم، و اون اینکه از یک مجله روشنفکر پنجشنبه اول اسفند سال 43 پیدا کردن که اینجا گذاشتن با فروغ و فروغ فرخزاد و آقای گلستان، موقعی که خانه سیاحت ساخته شد که صحبتش بود. الان کاشکی که میدانستن، چون خود آقای سبا به نظرم میرسه که استاد من آقای سبا در اون زمانی که این نوشتن دلشون نمیخواست اسمش باشه، چون قبلش مصاحبه کرده بود خودش با فروغ، که یکی از دو سه تا مصاحبه خوبی است که از فروغ به جا مونده. اینجا وقتی که دیدم که اسمش نیست هنوز و این هنوز قابل نقله، فکر کردم که خب ما این ضعف رو، البته ضعف بچه ها نیست، بخش های دیگه مجله هم همونطور که شما گفتیم بخش های خوندنی است. یک بخشی آقای کاتوزیان راجع به پرویز نیکخواه نوشته، خیلی موضوع به صلاح آگاه کننده است، با یه دید مثل همیشه صمیمی بی‌طرف نوشته شده، خوبه برای آدمایی که همه دنیا رو تقسیم میکنه. خب بریم مجله بعدی رو ببینیم، روشنا، صدای جامعه اقلیت‌ها. بله، این روشنا ببینید، این شماره هایی که داریم میبینید 12 شماره در هر سالی داره منتشر میکنه، بنابراین ماهنامه است. این شماره صدای جامعه اقلیت ها روی جلدشه. شما وقتی که میبینید که نشریه با این مشخصات میاد، تصور میکنید که نشریه ایست که واقعا صدای اقلیت ها هست و قرار این اقلیت ها رو به هم نزدیکم بکنه. منظورش هم فکر کنم اقلیت های دینیه، اینطوری که بله مشخصه. و بعد خب تو خودش هم این ادعا رو میکنه. گفته باشم که این 10 سال این نشریه در قم منتشر میشد و الان میبینم که نیست، در حالی که مطابق قانون باید تو شناسنامه باشه محل انتشار، ولی نیستش به هر حال. ولی فرضمون بر این است که همچنان این مؤسسه مطالعاتی در قم هستش. حالا وقتی که وارد صفحات میشیم، اون خوشبینی اولیه از بین میره. چرا؟ چون بعد از اینکه یک صفحاتی هستش که اختصاص داره به گفتگوهایی با نماینده زردشتیان در مجلس، نماینده ارامنه جنوب در مجلس، نمایندگانی که اقلیت‌ها در مجلس دارن، بعد از اون میرسه مقالات تحلیلی. مقالات تحلیلی اینطور که خلاصه برای شما بگم، هیچ کدوم از این مقالات در صدد جذب نیست. مقالات از ابتدا تا انتهاش جنبه انتقادی داره. اول شروع میکنه دانشگاه یا مرکز پرورش بهائی و یک فرصتی است که متین حمیدی نوشته، و بعد دو تا گفتگو میکنه با دو تا خانم که از اونها به عنوان متبری نام میبره، کسانی هستند که قبلا بهائی بودند و حالا نیستند، مسلمانند، و بعد از قول اونها صحبتای میشنوه که میشه حد زد چیز، و بعد به تاریخچه میرسه و همینطور میاد، بعدش میرسه به دراویش و دراویش هم همینجوری نگاه میکنه. یعنی بهایی ها حق دانشگاه رفتن ندارن، درویش هم احتمالا حق دیگه. به هر حال پشت هر کدوم از اینها ریشه های سیاسی جستجو میکنه، همون چیزهایی که معمولا در نشریات اصولگرا میخونیم. افراطیان نوظهور یا عنوانی است که میده برای اینکه این حوادث که معلوم معروف شده به گلستان هفتم، حوادث زد و خورد و اینا، اینها رو به اصطلاح توجیه بکنه. در حقیقت مقصدم این است که از یک مقدمه ای که میگذره مجله، من توش سعی نمیبینم برای نزدیک کردن صدای اقلیت توش کنه کسی. خب بریم کارتون آخر از مهدی عزیزی رو ببینیم، سلاطین آپارتمان چه کسانی هستن؟ گویا یکیشون این آقاست با این تاجی که رو سرش داره و اون مردم بدبختی که دنبال یه دسته اسکناسن اون پایین. نکته آخر هم از شهرام شهیدی در شهرونگ از شما میخونید یا من بخونم؟ بفرمایید. عنوانش از مجید دلبندم. تا حالا دقت کرده اید که سیاستمداران در دنیا کمتر دوچار سکته قلبی میشن و عمر طولانی تری نسبت به مردم عادی دارن؟ میگه اول فکر میکردن به خاطر رژیم غذاییشونه، چون خوب میخورن و خوب مینوشن و چه بسا خوبم میخوابن. بعد فکر کردن زبان املال مشکلات برایشون بی اهمیت شده، خیلی دوچار استرس نمیشن، برای همین از سکته مکته خبری نیست. اما علم به من ثابت کرد تا کنون در خواب غفلت بودن و بدون اطلاع و مستندات کافی و صرفا به جهت نشر اکاذیب گمان زنی میکردن.
در واقع بالاخره علم برای این سوال که چرا سیاستمداران کمتر سکته میکنن پاسخی علمی و البته مناسب پیدا کرد. بله، طبق آخرین پژوهش‌ها افراد خوشبین کمتر دچار حمله قلبی میشوند و در جهان کی خوشبین‌تر از سیاستمدار. نکته بعدیش هم میگه که یکی از فرماندهان سپاه تهران گفته مشکل تهران سرقت‌های خورده. به قول دوستی وقتی اختلاس و خانه خالی کردن خانه 140 متری مربعی ظرف نیم ساعت و سرقت از طلا فروشی سرقت خورد باشه، باید مواظب باشیم ناقافل دل و روده و قلب ما را ندزدن. ای بابا هرچی میگوییم به تریج قوای یکی بر میخوره. سردبیر اشاره میکنه از دزدیدن قلب دیگران چیزی نگوییم که روزنامه با مشکل منکراتی مواجه نشه. اصلا فقط از این به بعد میگم فلانی از شرم چشمهایش رو دزدید. و سطح اطلاعات عمومی برخی کاربران شبکه‌های مجازی به حدی بالاست که از اتفاقهای رخ نداده هم خبر دارن. مثلا وقتی خانم کاتالین ریاهی عکس دیدارش با دالائی لاما رو منتشر کرد، عده زیادی زیر پست اینستاگرامی و کامنت گذاشتن که چرا با یک نژادپرست. بعد خلاصه توضیح میده که مجید دلبندم این دالائی لاما نبود، آنگ سان سوچی بود. این هم از مطلب شهرام شهیدی. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایت بی بی سی فارسی هستیم. کافیه که به دیدبان بی بی سی دیدبان توییت کنید، توییت هاتون رو می‌بینیم، یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم در تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.